سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به حمله علی کریمی به سران بی عرضه نظام جمهوری اسلامی میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. درست در روزهای پایانی سال 1401، هر روز که میگذره اخبار و اتفاقات عجیبی از طرف حکومت برای مهیا کردن شرایط کشور به گوش میرسه. اما همچنان مردم در اعتراضات و فراخوان‌ها به اوضاع بد اقتصادی و اجتماعی خودشون و نوسانی بازارهای معاملاتی در کشور خشمشون شعله‌ورتر میشه. تو این شرایط هم با برداشتن کارت سوخت‌ها از جایگاه‌های سوخت در صدد افزایش حامل انرژی و البته بنزین به گوش میرسه که ممکنه حتی این افزایش خودسوزی جمهوری اسلامی رو در پیش داشته باشه. اقدامی که نه تنها از مبلغی که الان در جایگاه ها پرداخت میشه بیشتره، بلکه به گفته که برخی ها تا هر لیتر 15000 تومان هم ممکنه دیده بشه، که این یعنی خط پایان مدیریت اقتصاد دولتی که خودش و اوضاعش رو همچنان عادی جلوه میده. اما تو همین اوضاع و شرایط بیژن نوباوه وطن، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، از موافقت سران قوا با مواد پیشنهادی طرح حجاب خبر داد. اون گفته در این طرح برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیره و قانون گریزان نیز متنبه بشن. کمیسیون فرهنگی مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه 23 اسفند ماه از طرح جدیدی رونمایی کرد که طبق اون قراره از دوربین‌های شهری برای شناسایی شهروندان بدون حجاب استفاده بشه و رصد مردم در شبکه‌های مجازی نیز بر عهده پلیس باشه. این طرح جدولی نیز برای نحوه مجازات افراد متخلف در نظر گرفته از سوی مبتکران و تدوین کنندگان هوشمند توصیف شده. طبق طرح و قانون جدید قرار تذکر حجاب به صورت غیر حضوری و به صورتی که آبروی شخص حفظ بشه در دفعات صورت بگیره. بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود که در صورت عدم توجه خط تلفن و اینترنت افراد قطع میشه. شناسایی و رصد مردم در معابر و فضای مجازی هم به کمک دوربین‌های شهری و پلیس فتا انجام میشه. سایت انتخاب به نقل از نوباوه نوشته گزارش کمیسیون فرهنگی با همکاری وزارت کشور، ستاد عفاف و حجاب و همکاری دیگر نهادها تهیه شده. در این گزارش هفت ماده‌ای پیشنهادی در خصوص برخورد غیر مستقیم و هوشمند اومده، به شکلی که هیچ گونه برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نمیگیره و در عین حال حجاب ملت حفظ میشه و قانون گریزان نیز متنبه میشن. در این طرح عجیب اومده افرادی که در وسایل نقلیه اهم از هوایی، زمینی، ریلی و دریایی، معابر و اماکن عمومی به کشف حجاب یا برهنگی اقدام کنند، مالکان، متصدیان یا مشتریان اماکن صنفی یا مراکز خرید و مالهای تجاری و افرادی که در معابر و اماکن عمومی اقدام به کشف حجاب یا برهنگی کنند مجازات میشن. بیژن نوباوه اعلام کرده بود که سران سه قوه با مواد پیشنهادی موافقت کامل دارند و در شورای عالی امنیت ملی نیز در این خصوص بحث شده. مبتکران طرح کتمان نکردند که هدفشون اعمال فشار بیشتر بر شهروندان و تنبیه مخالفان حجاب اجباری. نوباوه گفته بود بناس در این طرح برخورد فیزیکی در اعمال قانون صورت نگیره. حالا این اقدامات با حمله تند علی کریمی روبرو شده و با انتشار این متن نوشته سران قوا گوه خوردن با هفت جد و آبادشون، تهش هم نیستید حرومزاده های رژیم. علی کریمی در ادامه با حمله به میر سلیم نوشته بدون تردید میر سلیم سمبل تزویر و ریاکاری در جمهوری اسلامیه. کاری به نظر مردم نداره اما در مجلسه. پسرش سر از اردوگاه اشرف در آورده، میگه مهدی ما گول خورده اما معترضین اعدام بشن. واردات خودرو رو توطئه آمریکا میدونه چون خودش عضو هیئت مدیره 5 شرکت خودروسازیه. از نمایندگان حداقلی رژیم نباید به غیر از این انتظار داشت. علی کریمی در ادامه با حمایت از گری لینکر، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلیس، این متن رو هم منتشر کرد و نوشت تمامی فوتبالیست‌ها و مربیان لیگ برتر تیم‌های انگلیس
به دلیل حمایت از تفکرات گری لینکر از مصاحبه با تلویزیون بی بی سی خودداری کردند. اونها اصول فوتبال که همون همبستگی تیمی است رو نشون دادن. ای کاش این تفکر در فوتبال ایران هم وجود داشت. علی کریمی در شب چهارشنبه سوری هم این متن رو منتشر کرده بود و نوشته بود: مهمترین چیزی که ما باید در مورد چهارشنبه سوری بدونیم قدرت عظیم و سیلوار مردمه. چطور؟ حداقل و کمترین آماری که میشه از جمعیت خارج از خانه ها، از کوچه تا خیابان ها و میادین در نظر گرفت، یک سوم افراد از هر خانواده است که تقریبا میشه بیش از 28 میلیون نفر در خیابان های ایران در یک زمان حضور دارن. 28 میلیون نفر، این جمعیت بزرگ توان انجام هر کاری رو داره. جمهوری اسلامی سعی داره مردم متوجه قدرت خودشون نشن. او در ادامه در مورد چهارشنبه سوری هم نوشت: در چهارشنبه سوری اگه با کاروان خودروی سرکوبگران مواجه شدین، ابتدا و انتهای کاروان ملاک قرار بگیره برای سلام کردن و برای کاروان موتوری ابتدا و میانه اون ملاک باشه. اینطوری اون کاروان از هم میپاشه. سیل جمعیت مهمترین قدرت مردمه. علی کریمی در ادامه با انتشار این متن از شاهزاده رضا پهلوی نوشته: جمهوری اسلامی نه فکر راهگشایی برای بهبود اقتصاد و معیشت ایرانیان دارد و نه کارگزاران کارآمدی برای حل مشکلات. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی میتوان قطار ایران را دوباره بر روی ریل توسعه پایدار و بهبود رفاه عمومی بازگرداند. علی کریمی در ادامه با انتشار این استوری نوشت: خانواده دانش آموزان، آیا می خواهید بنشینید و تماشا کنید که جان دست گلهایتان چگونه توسط تروریست های جمهوری اسلامی به خطر می افتد؟ حکومتی که فرزندان مسئولانش در آمریکا، کانادا و اروپا در بهترین مدارس با بالاترین سطح استانداردهای آموزشی حضور دارند، دشمن فرزندان ایران هستند. آقای جادوگر در ادامه با انتشار تصاویری از صحبت‌های کریستیان امانپور با امیر عبداللهیان نوشته: مصاحبه کریستیان امانپور با این الاغ منو یاد مصاحبهش با پسر قذافی چند روز قبل از سقوط لیبی میندازه که هر جفتشون میگن همه این اخبار دروغه، هیچ کس کشته نشده و کشور در امنیت کامله. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.